وجهها أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بعضی از خواهران ما متاسفانه حجاب میپوشن، میگیم ای کاش اون حجاب رو نمیپوشیدن، همونطور بی حجاب میبودن. اما اون حجابی رو که به اسم حجاب میپوشن، به اسم حجاب ترکی معروف است که تنگ، سینه، کمر، باسن همه جا پیداست، به بدن چسبیده، روسری هم با اشکال و الوان مختلف زینت شده، چند تاری از مو هم از زیر روسری اومده بیرون، 7 قلم هم آرایش کردن، بعد خواهر محجبه ما هستند. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میکنه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین که سنفان من اهل النار لم ارهما، اینها رو ندیدم من. دو گروه از اهل آتش هستند که در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو رفتند در جهنم دیدند، اما در دنیا در اون موقع نبودند. در زمان مشرکین در اون زمان دو حالت بود، یا حجاب داشتن یا اصلا حجاب نداشتن، همینطور لخت بودن. اما گروهی نبودن که حجاب داشته باشن و از بی حجابا بدتر باشن. سنفان من اهل النار لم ارهما، دو گروه از اهل دوزخ هستن که من امروز نمیبینم اینا رو. یعنی چی؟ یعنی در آینده میان. قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس، مردمانی که شلاقایی دارن مثل دم گاو که مردم رو میزنن. در زمان طالبا دیدیم در افغانستان هر کدومش شلاق دستش بود، زن و بچه مردم رو میزدن، برو نماز بخون، برو حجاب بکن، برو فلان بکن. اینو دین نگفته، میخوان ناراحت بشن، میخوان خوشحال بشن. اینو اسلام نگفته بود که شما مردم رو با شلاق در کوچه و خیابان بزنید. اینو طالبا میکردن، دیدیم اینو. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل در مورد همینا این پیشگویی رو کرده بود که در دستشون شلاق‌هایی است مانند دم گاو، مردم رو میزنن. دیدیم که زدن در افغانستان در کوچه و بازار، مردم شاهد هستن. و نساء، زن‌هایی که کاسیات عاریات، سبحان الله، پوشیده های لخت. اون زمان برای صحابه جالب بود، یا رسول الله یعنی چطور پوشیده و لخت هستن؟ چون ندیده بودن. امروز ما داریم میبینیم چنان مانتو تنگی پوشیده که ای کاش اون مانتو رو نیم پوشید. این پوشیدن این مانتو و این حجابش بیشتر مردها رو به فتنه میاندازه تا اینکه کلن بی اجاب باشه. زنهای پوشیده اوریان، سبحان الله، یا رسول الله چطور پوشیده اوریان؟ یا لباسهای نازک میپوشن که همه بدنشون رو ویداست، یا لباسهای تنگ میپوشن که چنان به بدنشون چسبیده که در حقیقت انگار چیزی نپوشیده، همه برآمدگی های جسمش رو جداگانه داره نشون میده. آخرش هارون و سعید رو دیدید که در کنسرت پاریس و 4 تا لوتی احمق در تلویزیون آریانیا و غیره مثل دکتر فرید یونس و غیره اینا فتوا دادن که ولی این اشکالی نداره. زنهای پوشیده لخت، کاسیاتون آریات، ممیلاتون مائلات. مائلات زنهایی که از طاعت و اطاعت الله سبحانه و تعالی رسول الله دور هستن، مائل هستن، راه دیگری را انتخاب کردن. ممیلات که با آرایش و زینت مردم رو به خودشون جذب میکنن. این آنچه که زن در خودش به اصطلاح در سر و صورت خودش و در درون خودش ایجاد کرده که هم مائلات شده هم ممیلات شده.
معنی دیگرش در گشتار رفتارشون، اگر شما متوجه شده باشید زنهایی که متبرج هستن و خواستن این گونه حجاب ها رو میپوشن، یا زنهایی که اصلا حجاب ندارن، طوری قدم بر میدارن که خودشون رو مائل میکنن به چپ و راست. این تفسیر ظاهریشون هست و تفسیر درونیشون هست که از راه و روش الله سبحانه و تعالی مائل هستن، دور هستن. در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید رؤوسهن که اسنمت البخت المائل، سرهایشان مانند کوهان شتر است. کوهان شتر دیدید؟ پشت سرش یه چیزی بلندی داره که وقتی راه میگرده شتر اینور اونور میشه. رؤوسهن که اسنمت البخت المائل، شما رو به خدا تا 100 سال پیش همین چیزا بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش وصف این زنهای مجتمع جوامع امروزی ما رو داره بیان میکنه. سرهایشون مانند کهانش، نمیکنن امروز موهاشون رو جمع میکنن به اشکال مختلف پشت سرشون، رو سر اینم که سرش میپوشه مانند کهانش طور پشت سرش معلوم هست. سرهایشون رو مانند کهان شتر میکنن، موهاشون رو جمع میکنن اینجا پشت سر مثل کهان شتر، رو سرش هم سرش میپوشه، بعد با حجاب هستن ایشون، دلشون هم خیلی پاک است. و اون مردایی هم که دور و بر دارن که با چشمان گرگ صفت دارن منتظر این هستن که کی فرصتی بشه که این رو بدارن، این هم دلشون پاک است، هیچ تو دلشون نیست. این وصفی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنن در آخر خیلی وعید شدید از خواهران من، این رو به یاد داشته باشید. لا يدخلون الجنه، این زنها، زنایی که کاسیاتون آریات هستن، مائلاتون ممیلات هستن، رؤوس اون که اسلمت البخت است، زنهایی که پوشش دارن اما لخت هستن، از دین خدا به دور هستن، با رفتارشون چنان با میلان میگردن قدم میزنن که مردان رو جذب خودشون میکنن، با موهاشون هم پشت سرشون جمع میکنن در زیر حجاب. لا يدخلون الجنه، هرگز به جنت وارد نمیشن. ولا يجدن ريحها، زناکار، شرابخور، دزد، هر مشکلی که انسان داشته باشه در دنیا، بوی جنت به مشا، این رسیدن بوی جنت یک کمی تخفیف از اون عذابی است که در جهنم انسان میکشه. تنها موردی که بوی جنت هم به دماغش نمیرسه زنهایی هستن که این صفت رو داشته باشن. ولا يجدن ريحها و ان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا، بوی جنت از راههای دور و دراز به مشام اهل دوزخ میرسه، اما به مشام اینها حتی بوی جنت هم نمیرسه، داخل شدنش هیچ. اینها معجزاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.